تظاهرات هزاران نفر از مردم سقز با شعار مرگ بر دیکتاتور، علیه اعدام زندانیان سیاسی کرد، اعزام نیروهای ضد شورش به سردشت در وحشت از تظاهرات ضد حکومتی علیه اعدام زندانیان سیاسی، اعتراض دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تجمع اعتراضی مردم کن تهران، اعتراض کارگران کارخانه قطعات بتونی گیلان برای دومین روز متوالی، درگیری اهالی سراح دهکده و سلوغان با ماموران سرکوبگر رژیم آخوندی، اعدام جنایتکارانه 7 زندانی در جیرفت و بندرعباس و فراخوان دانشجویان دانشگاه تهران به گسترش اعتراضات ضد حکومتی در روز 16 آذر. هزاران تن از مردم سقز در استان کردستان عصر چهارشنبه 15 آبان ماه جاری تظاهراتی در خیابان‌های این شهر برگزار کردند و با سر دادن شعار مرگ بر دیکتاتور خشم و انزجار خود را از اعدام زندانیان سیاسی توسط رژیم ضد بشری آخوندی ابراز کردند. این تظاهرات که از ساعت 16 شروع شده بود تا ساعت 22 ادامه داشت. نیروهای ضد شورش در وحشت از گسترش تظاهرات مردم سقز به تظاهر کنندگان حمله کردند و تعداد زیادی از آنان را دستگیر کردند. یکی از تظاهر کنندگان گفت تنها یک جرقه کم داشت که این آتش خشم را روشن کند. رژیم ضد بشری آخوندی طی روزهای اخیر 3 زندانی سیاسی کرد را در سقز، سلماس و ارومیه به دار آویخت. حبیب الله گلپریپور، شیرکو معارفی و رضا اسماعیلی زندانیان سیاسی اعدام شده هستند. روز چهارشنبه 15 آبان ماه جاری، رژیم آخوندی در وحشت از خشم و انزجار مردم سردشت از اعدام جوانان مبارز کرد، نیروهای ضد شورش و سرکوبگر خود را از سایر مناطق به این شهر گسیل داشت. این نیروها از ساعت 9 صبح روز چهارشنبه در خیابان‌های سردشت مستقر شده و یک حکومت نظامی اعلام نشده حاکم کردند. دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران به وضعیت نابسامان خدماتی و بیکفایتی گردانندگان دانشگاه اعتراض کردند. خبر دیگری حاکی است جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران به گسترش اعتراضات برای روز 16 آذر فراخوان دادند. دانشجویان طی بیانیه‌ای گفتند در 16 آذر امسال با حضور گسترده خود ثابت می‌کنیم دانشجویان ایران این رژیم را نمی‌خواهند. گروهی از مردم کن تهران روز سه‌شنبه 14 آبان در مقابل شهرداری رژیم تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها به ساخت و سازهای بی‌رویه و وضعیت وخامت‌بار بهداشتی و خدماتی این منطقه اعتراض کردند. بنا به خبر دیگری گروهی از مردم کن تهران در اعتراض به فرسوده بودن کابل‌ها و وضعیت نابسامان برق که باعث سوختگی وسایل برقی آنها می‌شود در مقابل اداره برقی این منطقه تجمع کردند. اهالی سراح دهکده و سلوغان در اعتراض به غصب زمین‌هایشان توسط رژیم آخوندی با ماموران شهرداری درگیر شدند. معترضان خشمگین شیشه‌های ماشین‌آلات شهرداری را شکستند و مانع ضبط زمین‌هایشان شدند. کارگران کارخانه قطعات بتونی گیلان در رشت روز چهارشنبه 15 آبان برای دومین روز متوالی تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها به پرداخت نشدن 4 ماه حقوق عقب افتاده اعتراض کردند. رژیم ضد بشری آخوندی 7 زندانی را در جیرفت و بندرعباس به دار آویخت. 5 زندانی در جیرفت اعدام شدند. رئیس جنایتکار دادگستری رژیم در جیرفت این خبر را اعلام کرد. خبرگزاری اطلاعات آخوندی موسوم به مهر امروز به نقل از این دشخیم نوشت 5 زندانی در شهرستان جیرفت که به اعدام محکوم شده بودند با حفر کانال به طول 15 متر قصد فرار به خارج از زندان را داشتند که این اقدام شکست خورد. آنها ظرف 5 روز 15 متر کانال کنده و خاک آن را در جدار چوبی دیوار یا پلاستیک زباله ریخته و در جاهای مختلف پنهان می کردند. بنا به خبر دیگری رژیم ضد بشری آخوندی صبح پنجشنبه 16 آبان نیز 2 زندانی را در زندان مرکزی بندرعباس به دار آویخت. یکی از اعدام شدگان هنگام دستگیری نوجوان بوده است.
فراخوان به اعتراض و قیام، هر فرصت، هر زمان، هر مکان. هموطنان، جوانان دلیر و اشرف نشان، مؤسسان چهارم ارتش آزادی بخش ملی در داخل میهن اشغال شده، مرحله سرنگونی رژیم منفور ولایت فقیه واقعی و جدی است. بیش از حد به درازا کشیده است. به لطف جنگ و استمالت و امدادهای غیبی استعماری که جنبش مقاومت خلق را به بند کشید، اکنون باید در هر فرصتی آماده قیام بود. زمان و لحظه مناسب برای برخاستن فرا می رسد. بحران و نارضایتی جوشان از پایین جامعه به بالا رسیده و سرریز شده است. پایینی ها که مردم ایران باشند این رژیم را نمی خواهند. بالایی ها که آخوندهای شق شقی حاکم باشند درمانده اند و دیگر نمی توانند سرجم عمل کنند. خامنه ای دیکتاتور خوناشام با رگبار اعدام های روزمره در خفا و علن می خواهد با روب و وحشت ما را از حرکت باز دارد. از این طریق ناخدای استبداد در محیط توفانزا می خواهد کشتی در هم شکسته نظام را از غرق شدن برهاند. در عصر کبیر آگاهی و ارتباطات، خلقها با پیشتازان پاک باز خود به میدان آمدند تا راه را ادامه دهند. دنیای ارتجا و بهره‌کشی باید پایان یابد. گفته بودین که حرف آخر را خلق اسیر و پیشتازان در زنجیرش میزنند. بر زنجیر هاست که از هم بگسلد، بر شب تیره و تار است که مغلوب آفتاب کاران شود. شب تیره و تار استبداد و ارتجا که ایران زمین را در بر گرفته و خلق ما را اسیر کرده است. در هر فرصتی به اعتراض و قیام برخیزید. با تمام توش و توان، هر زمان، هر مکان. مرگ بر اصل ولایت فقیه، زنده باد ارتش آزادی بخش ملی، رود خروشان خون شهیدان در پرتو مهر تابان مقاومت و آزادی مردم ایران ضامن پیروزی محتوم خلق ماست. مسعود رجوی، 26 اردیبهشت 92.